با سلام و درود به گیلاسی های عزیز. یکی از کارهایی که در زمان شاه به تقلید از کشورهای دیگه در ایران هم انجام می شد انتخاب دختر شایسته سال بود که از سال 1345 تا 1357 هر سال دختران از سر تا سر ایران در اون شرکت می کردن و بعد از گذروندن مراحل مختلف برترین ها انتخاب می شدن. شاید باورتون نشه که خانم افسانه بایگان که این روزها در پیاده روی اربعین شرکت می کنن یکی از برندگان این جشنواره در سال 1355 بودن. با من در این برنامه همراه باشید تا ببینیم موضوع از چه قراره. خانم افسانه بایگان متولد 1340 در تهران از بازیگران دهه 60 هستند که در اوج ممنوعیت زنان در سینما به شهرت رسیدند. فضل‌الله بایگان از پیشگامان تئاتر در ایران عموی پدر ایشون بودند و خود خانم بایگان هم از کودکی و نوجوانی بسیار در زمینه فرهنگی فعال بودند. پشتیبان اصلی ایشون در این زمینه مادرشون بودند که ایشون رو تشویق به فعالیت در زمینه موسیقی، شعر و سینما می‌کردند. خانم بایگان در کودکی عضو فعال کانون پرورش فکری کودکان بودن و از 11 سالگی اولین فیلم کوتاه خودشون رو بازی کردند. ولی بعدها در 20 سالگی با سریال پربیننده سربداران به شهرت رسیدن. خانم بایگان در 15 سالگی در مسابقه دختر شایسته ایران مقام دوم رو کسب کردند. انتخاب دختر شایسته سال توسط مجله زن روز وابسته به مؤسسه مطبوعاتی کیهان انجام می شد. این مسابقه در آغاز با نام دختر بهار و سپس از سال 1345 به طور رسمی با نام دختر شایسته برگزار می شد. مسابقه به این صورت بود که دختران از سر تا سر ایران عکس‌های خودشون رو برای مجله می فرستادن و دخترانی که مورد تایید قرار می گرفتن در مرحله بعدی مصاحبه هایی رو پشت سر می ذاشتن که دانش و مهارت های اونها سنجیده می شد و در نهایت در شب مسابقه به پوشش و ظاهر اونها رأی داده می شد و به برترین ها جوایزی تعلق می گرفت. خانم افسانه بایگان از شرکت کنندگان این مسابقه در سال 55 بودن که به اصرار مادرشون در این مسابقه شرکت می کنن. مراسم انتخاب دختر شایسته در اون سال در هتل هیلتون تهران برگزار شد و 20 فینالیست این مسابقه که در مدت حدود یک سال برگزیده شده بودند در شب فینال با هم به رقابت پرداختند. مجریان این مراسم در سال 1355 گوگوش و ساسانه کمالی بودند. در اون سال جلوه پالیزبان به عنوان دختر شایسته ایران برگزیده شد و افسانه بایگان مقام دوم را کسب کرد. در این مراسم رسم بر این بود که دختر شایسته سال گذشته شنل مخصوص را بر دوش دختر شایسته جدید می‌گذاشت. مراسم انتخاب دختر شایسته فقط 2 سال بعد از اون و تا سال 1357 برگزار شد. اما خانم بایگان بعد از انقلاب هم با وجود سختگیری هایی که وجود داشت در عرصه هنر باقی موند. ایشون به صورت حرفه‌ای در سال 1360 در 20 سالگی با بازی در فیلم تاریخی سربداران وارد سینما شده و با همون کار اول به شهرت رسید. خانم بایگان از طریق چنگیز وثوقی که از فامیل‌های دورشون بود از سس بازیگری برای این سریال مطلع شد و بعد از تست برای بازی در نقش ترکان بانو ملکه مغول انتخاب شد. خانم بایگان در همون سال با مصطفی شایسته کارگردان و تهیه کننده سینما ازدواج کرد و تنها پسر اونها به اسم امیرعلی در سال 1361 به دنیا اومد. خانم بایگان بعد از سالها دوری از سینما این روزها در سریال کم طرفدار دل به کارگردانی منوچهر هادی بازی میکنه. ایشون در سال 95 در پیاده روی اربعین هم شرکت کردند و بسیار با شور و شوق از این سفر صحبت میکردند. بینندگان عزیز گیلاس، برای دیدن برنامه‌های دیگر ما روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید.